این صدای ما از رادیوی جهانی پارس است. بینندگان عزیز، دوستان گرامی، در خدمت شما هستیم و روزی دیگر، هفته دیگر در خدمت شما هستیم با یک سوال دیگر. از سری برنامه های سوال هفته و سوالات مهمی کردید شما که واقعا باعث تعجب ما بود و ما که برای ما این سوالات رو میفرستید و ما سعی می‌کنیم در این سری از برنامه ها پاسخ سوالات شما رو بدیم همچنین وبسایتی هست که این سوالات شما رو پاسخ میده اگر بعضی از سوالات شما رو در این برنامه ها ضبط نکردیم چون که در وبسایت پاسخش هست میتونید مراجعه کنید و وبسایت پرپاسخ دات کام را حتما مراجعه کنید و مطالعه کنید و از قسمت تصویری و صوتی اونم استفاده کنید خوشحال هستم که با برادر عزیزم آرمان امروز هم خدمت هستم و میتونم در خدمت شما باشم و افتخار بزرگیه که معلم عزیز من و در آرمان که سالها پیش واقعا به من تعلیم دادن و معلم بنده بودن امروز اینجا هستن و ازشون واقعا فیز کسب میکنیم ما کوچیک شمای بله و دارمان اگر صحبتی با بینندگان عزیز دارید بله درود میفرستم به شما سلام میکنم و براتون آرزوی سعادت میکنم بله بله اما سوالی که مطرح است برای این هفته سوال این هفته این هست بعد آرمان مردم قبل از اینکه عیسی برای گناهان ما بمیره چطور نجات میافتند و این سوال اونایی کردن که میگن که در زمان عهد عتیق که عیسی مسیح نبوده کلیسایی نبوده و مردم اصلا ایمان به مسیح نداشتن مسیح نیامده بود اصلا ایمان بیارن چطور نجات میافتن آیا بلد. روش خاصی بود یا بلد. اگر روش خاصی بود چرا اون روش ادامه پیدا نکرد و چرا باید مسیح میومد حالا میخواید من یه سوال دیگه به این اضافه کنم؟ بله. اونهایی که مثلا در قاره آمریکا زندگی میکردن بله. تا قبل از کریستوف کلومب بله. قبل از اینکه میسیونرهای اسپانیایی و پرتغالی برن و اونها رو به زور مسیحی بکنن. بله. اون پونته ها. چطور, چطور نجات می خب حالا آره شما ارمنی هستیم ولی دوستان مسلمان ما خیلی سوال میکنن که که مادر بزرگ من مثلا بله. خیلی زن مؤمنی بود و خوب. کارهای خوب انجام می بله. و سعی می کرد خدا رو خشنود بکنه بله. کارهای خیر انجام میداد بله. ولی خب هیچ وقت اسم <applause> ایسای مسیر رو نشنه بود این حتما میره جهنم <applause> خب همه بله، این مطرحه من بله من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم سه تا سوال میکنم بله یکی این که بله ایسای مسیح خب دو هزار سال پیش اومد در یک سرزمین خاص بین یک ای قوم خاص و اونجا مصلوب شد بله. و کفاره رو پرداخت کرد بله مسیح این کفاره رو به کی پرداخت کرد؟ مه. به انسان یا به خدا؟ بله یا به شیطان یا به شیطان بله بله سوال دوم آیا خدا در بود زمان قرار داره؟ مه. نه خیر سوال سوم آیا نجات ام. به واسطه اطلاعات یا به واسطه رحمت خدا ام. بله خب بله. حالا این سوالات رو داشته باشین تا ببینیم چی به چیه بله ببینید بین متفکرین مسیحی این سوال خیلی مطرح بوده که عیسی کفاره رو به کی داد بله خب حتی بعضیا میگن به شیطان بله ولی شیطان اگر بگیم به شیطان داد یعنی ما شیطان رو خیلی جلال <تصفح> بله. بله. بله, یعنی بله. ایشون صاحب اختیار بله. ماست و... و ما باید خب به باید بهش بپرده. من شخصا چنین چیزی از کلام خدا درک, نمیکنم. بله. شیطان کاری نیست بله بله و اگرم مم. به من حمله میکنه فقط و فقط با اجازه خدا این کار رو میکنه بله. کنترل بله. خداست بله حتی مسیح هم وقتی به بیابان رفت و شیطان آزمایشش کرد میگه دفی... روح رو به بیابان برد بله. روح, او را... روح القدس او را به بیابان برد تا ابلیس او را وسوسه بله. کنه بله. ماجره ایوب رو هم بله. میدونیم بله. بله. که خدا شیطان اجازه داد بشه. از خدا اجازه خواست بله. خدا گفت به جونش دست نزنیا بله مریضش بکن ولی به جونش دست نزن بله و این رو هم میدونیم که حتی یه گنجش بدون, بدون اجازه او... پدر به زمین نمی‌افته نمی بله خب من می‌خوام بدونم که ما چی اعتقاد داریم اون کسی که نجات میده به انسان حیات جاودانی میده و کفاره باید برای اون مهم باشه کیه منم یا خدا بله خدا مسلما آها اه دوم آیا خدا در بود زمان قرار داره نه بله و آیا نجات هم. از طریق اطلاعات ما که در ایران بودیم یه سازمانی بود الانم هست حالا دیگه اسم نمیارم اینها میگن که آقا شما وقتی بشارت میدین چهار تا یا پنج تا یادم نیست نکته رو یا اطلاعات رو باید به طرف بدین که عیسی پسر هلی. خداست هلی. رو صلیب کفاره شد انسان گناهکاره زن... انسان گناهکاره. دیگه چی؟ ده. زنده شد دوباره برمیگرده و باید شما توبه کنید بره. این اطلاعات رو بهش بده بله خب بره. و این خب جالبه حالا ما باید ببینیم آیا واقعا این اطلاعاته که انسان رو نجات میده یا کار یه چیز بله, بله. اما برگردیم به اول به مسئله این بپردازیم که آیا خدا در بود زمان قرار داره <applause> یعنی برای خدا مطرحه که ایسا دو هزار سال پیش مثلا مثل هزار و نه مثلا و هفتاد و چهار سال پیش کفاره شد <applause> یا غیر از اینه مکاشفه فصل سیزده آیه <applause> هشت رو بخونید لطفا مکاشفه فصل سیزده آیه هشت یه آیه خیلی جالبیه همه ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید همه آن کسان که نامشان در آن دفتر حیات نیامده که از آن آن بررست که از بد آفرینش جهان زب شده بود ادوی آفرینش جهان چقدر جالبه نه بله یعنی اینجا میگه که از نظر نی? خدا برای همین گفتم کفاره بالاخره برای کی مهمه بله. بله یعنی کی باید راضی بشه من یا خدا بله برای خدا طبق این آیه ایسای مسیح از انگار بد از بد و آفرینش جهان یا پیش زب... از اونم حتی ز... بله از بله. ازل از زب شده بوده بوده بله بچه بله. فعلا بوده بوده <laughs> زب شده بوده بوده بله ولی از نظر بشری دو هزار سال پیش اومد بله خب؟ بله. بله این برای ما زمان مطرحه برای خدا این واقعه انجام بستده. شده بوده بله. خب پس این به این توجه به این مسئله خیلی مهمه. خاطرتون هست وقتی که موسا در اون واقعه بزرگ میره بالای کوه و برای اولین بار خدا رو در بوته مشتعل بله. ملاقات میکنه. بله. میگه، اگر برم به قوم اسرائیل بگم که خدا منو فرستاده که شما رو از مصر رهایی بدم از بردگی بگن... بگم اگر پرسیدن اسمش چیه چی بگم چون بله. که باید توجه داشته باشیم اون روزگار هر ملتی خداش یه اسمی داشت بله. و ابرانی ها هم گویا میبستی یه اسمی خداشون خدا خب خدا چی گفت؟ بله گفت برو بگو من هستم تو رو فرستان. بله هستم بله هستم من رو نزد شما فرستاد بله. چقدر پرمفهوم بله و مسیح هم همین لقب رو بر خودش, خودش به کار بله هستم بله. یعنی و اسم یهوه حالا معلوم نیست این تلفظ درست این کلمه رو هیچکی نمیدونه بله. چون در طول زمان به کار نرفته بله. و چون کسر زمین فتح بله. نبوده اون موقع و نیست بله. چطور تلفظ میشه بله و بعد از اسارت بابل بله. یهود علمای یهود که وسواس پیدا کرده بودن نام خدا رو به باطل نبرند بله. وقتی در قرائت به این اسم میرسیدن می گفتن آن نام میگفتن آدونای بله. یا آن نام, آن نام. بله ولی هم یهوه هم دانشمندا معتقدن که از ریشه بودن یا هستن میاد بله او؟ از احیه خدا بله احیه خدا هست بله زمان براش مطرح نیست نیست بله بر ما عیسی دو هزار سال پیش کفاره شد ولی برای خدا از ازل از بود. کفاره شده بوده درسته عیسی برای بخشایش گناهان انسان کفاره شد ولی این کفاره برای خدا م. که باید منو در نهایت اون باید من رو نجات بده این کفاره برای خدا مهمه بله یعنی وقتی من به عیسی مسیح ایمان میارم بله. خدا حالا من این همیشه این تمثیل رو به کار میبرم فرچش رو <applause> میکنه تو خون مسیح میماله به من من پاک میشم بله. خب؟ بله. حالا از اونجایی که برای خدا خدای پدر م. برای خدای پدر عیسی از ازل زب شده بوده در هر حال فرقی نمیکرده که من قبل از دوهزار سال پیش زندگی می کردم یا, یا بعد, بعد از دو هزار سال بله. این مهم این که در هر حالت ب... این خون برای خدا آماده, آماده بوده بله. و یهودیا در زمان قبل از مسیح، و حتی در روزگار مسیح هم قربانی بله. می‌کردن میکردن بله. ولی این قربانی‌ها چی بودن؟ نمادی از قربانی بخونید مسیح. لطفا ابرانیان فصل ده آیه یک ابرانیان فصل ده آیه یک این آیه خیلی مهمه بله شریعت فقط سایه چیزهای نیکوی آینده است نه صورت واقعی آنها بله مثل همین کافیه یه بار دیگه بخونید این جمله رو شریعت شریعت فقط سایه چیزهای نیکوی آینده بله یعنی وقتی یهودیا قربانی. طبق شریعت موسی قربانی می کردن. یک سایه ای بود بله سایه ای بود از اون چیزی که قرار بود بیاد اتفاق بیافته. بله. تو؟ بله. و باز در بود زمان برای ما بله. برای خدا این کار یادآور خون قرب... مسیح, بود. بود, که از ازل پی... از بد و آفرینش جهان ریخته شده بوده بله. و این مسئله خیلی مهمه بله. میرسیم به نکته سوم که ما در اثر چی نجات پیدا می کنیم م. در اثر اطلاعات یعنی اگر من قبول کنم که عیسی پسر خداست و کفاره شده و زنده شده و دیگه چی رو فرمودین باید توبه کنیم ایمان بیاریم بله. بله آیا همین کافیه همین اطلاعات ذهنی کافیه یا یه چیز دیگه واقعا لازمه نه اینکه اطلاعات لازم نیست آیا ف... همینا کافیه یا چی؟ ف... شام... کار روح القدس بله. و این روح خداست که میاد و تولد دوباره رو در ما ایجاد میکنه و مکاشفه رو ایجاد میکنه در ما بله. برای ما باز میکنه که مسیح چی کار کرده برای ما بله. و این روح که تولد تازه رو در ما ایجاد میکنه بله. شما یادتونه که در انجیل لوقا فصل هفتم نیمه آخر فصل بله. در اونجا یه آقای فریسی بله. رو دعوت میکنه بله. برای شام و عیسی نشسته بوده با شاگرداش م. و طبق عادت شهرهای کوچیک و دهات اهالی اون محل میتونستن بیان دور مهمونا وایسند بله. که امروز هم هنوز در دهات ایران اینطور هست عشبه. و نگاه کنن گوش کنن که اینا به هم چی میگن بله در این حین یه زن بدکار اومد ام. و افتاد به پاهای عیسی بله. با اشکاش پاهای عیسی رو شست با موهاش خوش کرد و بله. بعد روش عطر ریخت بله. بله. اون فریسی تو دلش گفت اگر این عیسی پیامبر بود بله. نبی بود میفهمید که این چه زن بدکاریه بله. و نمیذاش بهش دست بزنه عیسی بله. که کلام علم داشت و میخوند ذهنها رو بله. فهمید که این فریسی تو دلش داره چی فکر میکنه بله. گفت شم یه سوالی ازت دارم بله. گفت یک نفر دو تا بدهکار داشت بله یکی مثلا یه میلیون یورو بدهکار بود م. یکی صد یورو هر دو رو بخشید کدوم یکیشون بیشتر محبت میکنن بله فریسیه گفت اونی که بدهیش بیشتر بود میگه آره راست گفتی من اومدم خونه تو به رسم مهمان نوازی منو نبوسیدی بله این زن پاهای منو میبوسه از لحظه‌ای که وارد شد بله طبق رسم مهمان نوازی باید پاهای برای من هم... پاهای من دستور ندادی نوکرات و کنیزات پاهای منو بشورن این زن با عشقاش. با اشکاش داره پاک میکنه پاهای منو طبق رسم مهمان روغن معطر به سر من نمالیدی این زن داره عطرش رو بله. که خیلی ببخشید وسیله کارش بود چون این زن زن بدکاری بود و میباسه همیشه معطر باشه هرچی بله. هر چی که داشت یعنی تمام سرمایش رو فدای من کرد برای همین چون محبت کرد محبت بسیار کرد. گناهانش بخش بخشیده, شد, شد. بله. ببینید من حالا از شما و از بینندگان عزیز میپرسم آیا این زن بدکار دهاتی بله میدونست که عیسی پسر خداست میدونست عیسی شخص دوم تسلیسه نه میدونست که مثلا شیش ماه بعد این عیسی مصلوب میشه کفاره میشه حالا کفاره رو به شیطان میده به ما میده یا به, به خدا, خدا می‌دونست می که بعد سه روز بر... روز سوم بعد از مرگ زنده میشه نه نمیدونه می بله ولی عیسی گفت دخترم ایمانت بله. تو رو نجات تو رو نجات داد بله چون محبت بسیار نشون دادی این محبت نشون میده که واقعا منو دوست داشتی بله. خب ببین این به ما برای ما درس بزرگیه بله که ما به خاطر اطلاعات نجات پیدا نمیکنهم بله. من چندین بار گفتم و باز چندین بار خواهم گفت که امروزه در غرب دانشمندان الهیات استادان الهیات در دانشگاههای الهیات بله. تمام این تئوریها رو حفظن میدونن مثلا در قرون وسطا آنسلم یا نمیدونم برناردو یا این یا اون چه نظریه هایی به کفاره دادن بله خب بله. همه رو میدونم بهتونم درس میدم. بله میدونن تسلیس تعریفش چیه بله ولی هیچ تعهدی ندارن از نظر من ایمان آوردن این نیستش که تو ذهنمون بله. ایمان بیاری، ایمان اونه که دلوقتي. تعهد قلبی باشه بله. من خیلی متاسفم که م. باز ب... خیلی از واعظا امروز م. رومیان فصل ده، آیه ۹ و ده رو از چارچوبش میارم بیرون و میگن اگر به دل خود ایمان آوری که عیسی از مردگان قیام کرده به و به زمان اطراف کنه، تمامه بله. و متاسفانه تو بعضی تلویزیانو میگن ببینید ببینید عزیزان دوستان ایرانی اصلا هیچ کاری لازم نیست بکن شما فقط با زبانتون بگین ایسا خداونده هم. همینه که این رو بگین چی میگن به فارسی پسپورت بله. حرف, حرف, حرف رمزه این رو که بگی تمام تمام. تمامه فکر نمیکنم واقعا پولس منظورش این بوده, این بوده باشه بله. بلد. تمام عهد جدید رو بخونیم م. مسیح عشق میخواد م. و این همون پیام فیلم چیه؟ پیام. مار مولک مارم. یعنی مار مولک <applause> و به نظر من هر خادم مسیحی باید این فیلم رو ببینه بله. این فیلم برای من خنددار نیست برای من پیام داره م. که وقتی این آقای مار مولک آخر سر اون امامه و لباس روحانیتش رو میده به اون پسر توپله میگه این لباسا باید آدم رو اهلی کنه میدونی اهلی کردن یعنی چی؟ پسر اینطوری میکنه میگه اهلی کردن یعنی ایجاد علاقه ببینید من واقعا فکر میکنم شما بنده که هیچ کارم و ممكن. خادمین دیگه باید عشق بیافرینیم بله،, بله چه بینید شما ازدواج کردین بله و خیلی وقت از ازدواجشون میگذره ولی اون روز اول عاشق خانومتون شدین بله آیا شما معتقد بودید که این خانوم زیباترین دختر دنیاست خوش اخلاق ترین بهترین کتبانو نه نه عشق بود بله. و وقتی که عشق هست شما با تمام دل و وجودتون بله. هر کاری که اون بخواد انجام میدید بله. نه با اکراه نه با بیمیلی بلکه با رقبت. بله. خب منم عاشق شدم بله. زمان قبل از انقلاب 500 تومن 500 یه تومنی بله. خیلی پول بود شاید الان مثلا پنج میلیون باشه بله من رفتم برای خانومم که اون موقع هنوز نه نامزد بودیم نه چیز برای اولین تولدش مه. یه عطر کلوه خریدم اها. خوبم یادم خیابان طالقانی اها. نبش خیابان حافظ 500 تومن خیلی پول بود بله. اون موقع بله. چرا این کارو کردم بله. چون دوست داشتیم من برای خودم نمیرفتم پونزه تومن بدم چلو کباب بخورم حیفم میومد. ولی برای ایشون پونزه تومن خرج کردم بله. پس ایزان این فکر میکنم ما حالا یه جنبندی بکنیم اگر بله. جنوالی بله. هم فرمایشی دارید بله. اضافه کنید بله. که چه قبل از مسیح، ظهور مسیح دو هزار سال پیش چه بعدش به هر حال این خداست خدای پدره که ما رو نجات میده اوست که با روح القدسش خون مسیح رو رو ما میپاشونه اوست که با روح القدسش در ما تولد تازه پیدا میکنه ایجاد میکنه و واکنش ما باید چی باشه؟ عشق و علاقه بلده. و محبت بلده. حالا یه نمونه دیگه اگه شما فرمش دارید نه خیلی واضحه و من واقعا لذت بردم از این مسئله چون که واقعا یه فرمول درست کردیم ما مسیحیان و میگیم بگی اینو, بگی اینو بگی اینو بگی دیگه مسیحی شدی تمومه بله مثل خیلی از ادیان دیگه که میگن فقط اینو بگو و تمومه این بر من خیلی ادعا که در حالی که اینطور نیست یک <تصفح> رابطه است، مسیحیت یک رابطه است و عشق و علاقه نسبت به خالق و نسبت به عیسی مسیح و آمین. این محبتی که در دل ما نسبت بلد. به او هست بله حالا در این دو سه دقیقه که باقی مونده بلد. من یه نمونه دیگه بیارم غیر از این زن بدکار بله باز تو انجیل لوقا فقط این هست بلد. وقتی خداوندگار ما رو مصلوب کردن دو تا مجرم هم که معمولا نوشته دزد ولی اینا دوست... شورشگر بودن بله اینا چریک چریک بودن که علیه روم می‌جنگیدن بله. عیسی بله. هم به همون اتهام یعنی بله. ادعای پادشاهی مصلوب شد این دو تا دوست... این دو تا مجرم به عیسی اهانت میکردن که اگر تو مسیح موعودی مم. ما رو هم نجات بده خود تو نجات, بده ولی بله. یکیش بالاخره ایمان میاره بله. و ببینید چی میگه میگه خداوندا مم. یعنی خداوندگارا ای ارباب ای پادشاه بله. بله. هر وقت به ملکوت به پادشاهیت رسیدی من هم به یاد میدونی یعنی چی ببینید این ایمان اصلا حیرت انگیزه بله. میدونست که خودش بله. و ایسا تا چند ساعت دیگه مردن بله. ولی, ولی با می این گفت میگه تو به پادشاهیت میرسی بله. مثلا مثلا بغزم میگیره وقتی ماجرا رو بله. این ایمان عظیمه بله. بله. اطلاعات نداشت تسلیس مسئله هیچی هم نمیدونه هیچی در موردش نمیخونیم آره. کل انجیل ها میگه فقط... تو به پادشاهیت خواهی رسید معنی که حرفش اینه بلد. وقتی رسیدی منو به یاد بله. و عیسی بله. در پاسخ میگه همین امروز با من در, با فردوس. من در فردوس خواهی بود خوشباله اون کاش من یک هزارم ایبان اون مجرم رو داشتم بله. که در اون وضعیت که دارم میمیرن بله باز ایمان داشت که عیسی حتما زنده میشه بله بله و این خیلی ایمان بله. بزرگی بود بله واقعا خیلی زیباست که مثل این دزد بالای صلیب و مثل اون زن که رو در عیسی مسیح دید و عیسی مسیح رو مثل پرستش در حیرت پرستید در حرت و پاشو بوسید و بله بله پرستش و پاش بله. پاشو شست و او رو پرستش کرد ما هم با پرستش به حضورش بریم و با قلبی پر از عشق و علاقه نسبت به عیسی مسیح ابراز ایمان بکنیم و زندگیمون عوض خواهد شد خوشحال هستم که برنامه دیگری رو برای شما اجرا کردیم و امیدوارم سوال شما پاسخ داده شد و برادر ما آرمان رشدی واقعا به طرز خیلی عالی توضیح دادن اگر باز سوالی براتون پیش اومد در اثر این برنامه برای ما بفرستید از طریق وبسایت و پاسخ سوالتون رو خواهیم داد تا برنامه آینده خدا نگهدار بله خدا نگهدارتون شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2331-638-989898 با ما تماس بگیرید. و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل ورپرژین ات جیمیل می توانید با ما در تماس باشید. ورپرژین